فرادرمانی، تجشع دفاعی، اینا برای این بود که ما بریم تو دل مردم ببینیم مردم چقدر گرفتارن، اصلا خودشون نیستن. یعنی اونی که نمیدونم داره نمیدونم یه کاری میکنه چوبلا چرخ ما میذاره، اصلا در وهله اول بریم ببینیم خودشه. الان شما تو تجشع دفاعی دیدین چند درصد احتمال داره یه نفر خودش باشه؟ شما وقتی با یه نفر برخورد میکنید بدونید با خود خودش برخورد کرده چند درصد احتمال داره؟ ببینید ما اصلا احتمال نمیدیم. خب ما احتمال نمیدیم که حالا آره ما با خود واقعش برخورد کردیم. اگه احتمال بدیم مثلا 1% احتمال بدیم، خب حتی کمتر. بنابراین همین خودش این دیدگاه کمک نمیکنه که ما مسائل و خطاهای او رو جدی نگیریم، یعنی بدونیم که اونم گرفتاره، اونم درمانده است، اونم به نوعی بیچاره است، اونم اسیره، در اسارت به سر میبره. حالا کاری نداریم که خب ما تخلف کردیم، گرفتار شدیم، نمیدونم این آلودگی ها مسائل پیش اومده، ولی هستیم دیگه. الان داریم در واقع با موجودی سر و کار داریم که در اسارت این ارباب که این دوره باش آشنا شدیم، اسارت این ارباب ها و و و خب معقول ترین ها هنوز 1% از ناخالصی های رفتاریشون مال خودشون نیست، اعمال شده. اون بالاخونه اجاره است، خب اونه که داره اعمال نفوذ و اعمال نظر. بنابراین مسئله اینجاست که خب این دیگه ساده ترینشه، یعنی فعلا اگه فقط تو خودشناسی بخوایم حرف بزنیم این ساده ترینشه. خب این خودشناسیه، یعنی تا ما ندونیم بالاخونمون در اجاره کیه، خب هنوز همه چی لنگه. حالا اما اگر به درک جمال یار، درک انالحق، درک تن واحد اینا برسیم که دیگه مسئله اون موقع میتونه حل بشه. و تا این قضیه انجام نشه امکان نداره ما تضادمون رو بتونیم با دیگران حل کنیم، حتی با پدر، با مادر، با خواهر، با برادر، با همسر، با فرزند. خب این تضاد حل شدنی نیست و ما نمیتونیم طاقت بیاریم.